تمام سه تا پیغام مسیح و ماموریت کلیسا یعنی شالوم. خدا اومد تا روی زمین شالومشو. ای پدر ما که در آسمانی نام تو مقدس باد، شالوم تو بیاد زمین. اراده او چیه؟ شالوم، شالوم تو بیا روی زمین، شالوم تو از طریق من انجام بشه. مسیح برای چی شفا میداد؟ میخواست بگه قلب پدر شالومه، بلند شو. نان میداد، شالومه. اسیر رو آزاد میکرد، میگه این شالوم نیست، شالوم یعنی که آزاد باش. کوری شفا پیدا کن، چون که شالوم نیست، شالوم یعنی دیدن، شالوم یعنی شنیدن، شالوم یعنی رقصان بودن، جست و خیز کردن، شالوم یعنی شادی و سلامتی. خدا میخواد اینو اول در قلب من و تو انجام بده، میخواد من و تو رو در سلامتی خود شریک کنه. وعده خدا در آسمان یک شالوم، من و شما باید این رو بگیریم، شما کاشفه بگیریم که من باید شالوم خدا رو بگیرم. خدای بر افکار من شالوم بریز، بر ذهن من، بر قلب من، بر زبان من، بر چشم و گوش من، بر رابطه های من شفا بریز، که خودم بشم فرزند شفا، خودم بشم فرزند صلح، فرزند سلامتی، فرزند امنیت. هر جا میرم مردم احساس قوت بکنن، احساس امنیت بکنن، احساس دلگرمی بکنن، بگن چه خوب شد تو اومدی، تو اومدی ما آروم شدیم، میترسیدیم، نمیدونستیم چه کار کنیم. کافیه که تو حرف نزنی، فقط حضور داشته باشی، اونجا آرامش بیاد. خدا میخواد از من و تو و کلیسای خودش استفاده کنه و شالوم رو جاری کنه. شالوم برای کی؟ برای دنیایی که بدبخته. شالوم برای کی؟ برای دنیایی که مریضه. شالوم برای کی؟ برای دنیایی که تسلی نداره. شالوم برای کی؟ برای دنیایی که گرسنه است. شالوم برای کی؟ برای آدمای گریان و بدبخت و مصیبت زده و درمانده بی نجات. شالوم برای اینهاست. پس چه زمانی بهتر از این الان پیدا میکنی که خدا میخواد شالومشو به این دنیا بده؟ آیا دنیا از این بدتر باید بشه که ما شالوم بدیم؟